به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. چو ضحاک پدر کشت و پادشاه تازیان شد، به ایران تازید و خود را پادشاه جهان نامید. چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. ضحاک هر شب دو مرد جوان را می کشت و مغز سر آنها را خورشت مارانش می کرد. مردم در رنج و سختی بر می بردن. در این بین دو مرد جوان پاکدین در فکر راه حلی افتادند. یکی نام ارمایل پاکدین، دگر نام گرمایل پیشبین. ارمایل به برادر گفت: برادر، ما باید برویم آشپزی بیاموزیم و خود را به دربار شاه معرفی کنیم، تا مگر یکی از این جوانان را هر شب نجات دهیم. مگر زین دو تن را که ریزند خون، یکی را توان آوریدن برون. برفتند و خالیگری ساختند، خورش ها و اندازه بشناختند. پس چو هنگام خون ریختن آمد، تصمیم گرفتند تا گوسفندی را بکشند و مغز سر او را به جای یکی از جوانان خوراک ماران کنند، تا از این گونه هر شب یکی از این جوانان را نجات داده و افسوس دیگری را فدا کنند. از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان همی یافتندی روان. بشنوید از ضحاک. شبی ضحاک آرام در خواب، خوابی پریشان دید، آشفته از خواب پرید. فریاد زد، موبدان را به حضور طلبید و گفت: که بر من زمانه که یاید به سر، که را باشد این تاج و تخت و کمر. گر این راز با من بباید گشاد، وگر سر به خاری بباید نهاد. موبدان تعبیر خواب را دریافته، ولی جرأت بازگوییش را نداشتند. با هم می گفتند که گر بودنی بازگوییم راست، به جان است پیکار و جان بی بهاست. وگر نشنود بودنی ها درست، بباید هم اکنون ز جان دست شست. در این بین یکی از موبدان دلیر شجاع و دست از جان شسته، برخاست و به ضحاک گفت: پادشاها، این تخت بر هیچ کس جاودان نیست. پیش از تو بسیار پادشاهان بر این تخت تکیه زدند و رفتند. کسی را بود زین سپاس تخت تو، به خاک اندر آورد سر و بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. فریدون از مادر زاده خواهد شد، از شیر گاو برمایه خواهد نوشید و با گرزه گاو سر تو را از عرش به فرش خواهد کشید. سالها گذشت و فریدون از مادر زاده شد. ضحاک دستور داده بود تا هر گوشه شهر را برای یافتن ضحاک فریدون بگردند. فرانک مادر فریدون که از جان فرزندش در هراس بود، او را در آغوش کشید و به دشتی برد و به دست چوپانی سپرد. از او خواست تا از فرزندش نگهداری کند. فریدون از شیر گاو برمایه نوشید و بالید. چو بگذشت بران بر فریدون دو هشت، زلبرز کوه اندر آمد به دشت. بر مادر آمد پژوهید و گفت: که بگشای بر من نهان از نهفت، کیم من؟ پدرم کیست؟ کجاست؟
فرانک گفت: فرزندم، روزی ضحاک از سرزمین ایران برای گرفتن جان تو یازید و پدرت آبتین آن گرانمای مرد جوان فدا کرده پیش تو روشن روان. فریدون چو بشنید برآشفت، رو به یزدان پاک کرد و از او یاری طلبید تا روزی بتواند ضحاک را شکست دهد. بشنوید از سوی دیگر از ضحاک. ضحاک که در بیم آن بود که سلطنتش را از دست بدهد، دستور داده بود تا از سوی لشکری فراهم آورند بزرگ از دیو و مرغ و پری و مردمان، از سوی دیگر توماری بنویسند و در آن ذکر کنند ضحاک پادشاهی عادل و دادگستر است. در همین بین که او دستور داده بود همه آن تومار را امضا کنند، صدایی برخاست. مردی از در وارد شد خروشان که شاه ها منم کاوه دادخواه. یکی بی زبان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. ضحاک پادشاها از تو همیشه بر ما رنج و سختی رسیده، دیگر چرا فرزندم را به اسیری گرفته ای؟ ضحاک اوضاع را بر آن گونه دید، دستور داد تا سری فرزند کاوه را آزاد کنند و در این بین تومار را به کاوه داد و از او خواست تا بر تومار شاهد باشد. کاوه تومار را گرفت، باز کرد و خواند: نباشم بر این محضر اندر گوا، نه هرگز براندیشم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسفرد محضر به پای. فریاد زد و تومار رو پاره کرد و از در دربار خارج شد. بازاریان دورش جمع شدن، فریاد زد: بپویید که مهتر اهریمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. پیشبند آهنگری شده رو برد، زد به سر نیزه و به ایره آزادی رو برافراشت. رفت به سوی فریدون. فریدون چو گیتی برانگونه دید، جهان پیش ضحاک وارونه دید. دستور داد تا گرزه گاف سر بسازند، همراه مردم راهی شد، به ضحاک رسید. گرزه گاف سرشو برد بالا، اومد بزنه که یا اومد سروش خجسته دمان. مزن گفت کورا نیامد زمان. پس فریدون تصمیم گرفت که ضحاک رو در بند بکشه و به کوه دماوند ببره و برای همیشه در اونجا زندونیش کنه. کار دوران گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد کار دوران. غم مخور.